پروردگارا، گرچه بر زمین زیستم و فرزند خاکم، اما پدرم آسمان پرستاره بود. از ادب خدمت آفریدگار، خدمت میهن گرامی همه ما ایران، آقای سامان نصیری، من سامان نصیری و آقای امیر شهرتی در رادیو 24 ساعته صدای ایران که ایام جمع‌آوری حق اشتراک‌کار میگذرونه، جمع دوستان ما جمعه، آقای سبا سفتری، خانم مارگریت و خانم ژاله ظریفیان و آقای ادموند، پروانه خانم و شهلا خانم، اسامی همه به خاطرم هست. ابن عطاش منجم بود، ادعا کرد ادعای خدایی و پیغمبری از این قبیل، سرصدای زیادی به پا کرد و نظام الملک اشاره کرد به پادشاه سلجوقی الارسلان که آقا یه فکری بکن، او رو گرفتند و بردن به اصفهان برای اینکه او رو دار بزنن، محاکمه کردند و حکم اعدام صادر شد. و گفتن که تو دائما که توی محافل و مجالس میگفتی جای تو در آسمان هاست، جای رفیعی برای خودت میمیدی، که آره فکر میکردن ببینم بالای دار باشه. امروز دوباره پنج شنبه هم بیاننن، دوستان ما جمعشون جمعه، برخی از راه نزدیک، برخی از راه دور آمدن، بهشون از ادب دارم، خدمت همگی اونها. اینا ایرانیان شریفی هستن که ملاحظه میکنید. نفر اول از سمت چپ، آقای دکتر شیزاد ابراهیمیان، در غیابش رأی گیری شده، شاید هم دوست داشته باشه من بگم، ولی به عنوان یک چهره معتمد ما مورد وثوق جامعه با اکثریت آرا انتخاب شد. داشتیم قبل از اینکه ایشون بیاد داشتیم راجع به صفات و خصوصیات و کار و حرفه و با هم حرف می‌زدیم، همه معتقدن که واقعا شخصیت بزرگ و برجسته. او باید در تبعید باشه، سعید مرتضوی باید در ایران باشه، شهروند ایرانی از احترامات فائقا برخوردار باشه، دستش هم هر جا که دلش میخواست بند باشه. اینه دیگه، متاسفم. و بقیه آقایون همه اینا ایرانیان شریفی هستن که در کار خودشون هم تخصص دارن، در این حال سعی میکنن که یک شهروند خوب و قابل احترام به شمار بیان، مضاف بر این که همه اینها هدف رو بر گسترش فرهنگ ایران گذاشتن و انسان دوستی که در فرهنگ ایران مستطره. خب آقای دکتر ایرانیان، درود بر شما. از محبتی که در غیبت من به من کردین تشکر میکنم. حفظ غیب کرد. آقای دکتر ارشیدی، درود بر شما. با پیشکش کردن بهترین درودها و گفتن روزگارنیک، بسیار شادمانم که باری دیگر در خدمت شما و دوستان ارجمند و خودم در اینجا. آقای ارشیدی از راهی دور میان، فکر کنم ازشون خیلی نزدیکه ها، شب هم میان اینجا میمونن، مثلا بودن قزوین به تهران. آقای همچیزی هم همین حدود نه کرج به تهران. کرج بله جای خوش آب و هوا تر. آقای دکتر جوزف ملیک حسپیان که از مناطق کوهستانی شرق لس آنجلس تشریف بیارن، درود بر شما. قربان، واجب المعروضم در مورد آقای دکتر ابراهیمیان. بفرمایید. ایشون یک شعبه هم در گلندل باز شده که بنده مسئولشون هستم. البته این چون دوستان فارس خاطرهای خوبی از زنده یاد دکتر سیفی دارن که متخصص زنان مامایی بود، خبر میداد به آقای دکتر سیفی که در یکی از شهرستانهای دوردست به اسم ایشون تابلو زدن. خب نه، و اینقدر اومدن گزارش دادن که ایشون بلند شد رفت. عجب. و رفته دیده یا آقای دکتری زده اسمش، حالا هر کی هست، فلانی متخصص زنان و مامایی، شعبه دکتر سیفی در آقای دکتر قاسمی بیاد. درود بر شما دکتر بیاد. درود بر شما و با عرض مهر و محبت به همه همیهنان عزیزم هر کجای دنیا که هستن، دوستان نازنینم که همه دور این میز هستن، و همونطور که فرمودین کار همه ما خدمت به فرهنگ هست، چون ملتی که فرهنگ نداشته باشه حتی اگر پیشرفت های
ظاهری هم بکنه محکوم به شکست هست. این هست که امیدوار هستیم که این سرزمین جاوید ما و مردم ما روز به روز ریشه های عمیق فرهنگ رو پیدا بکنن و روز به روز انسان های شریف تری بشن. به بغل دستیتون چند نمره میده تو اخلاق آقای میزاغاسی؟ میزاغاسی هم نمره 20 داره تو اخلاق اینا. واقعا ولی پشتش یادش رفته بیاد. دکتر بیات چند نمره میدن؟ نه نه، دکتر بیات به شما چند میدن؟ من رتبشون شامل حال همه هست. من به ایشون همیشه بالاترین نمره ها رو میدم به دلایل متعدد. یکی شجاعت اخلاقی، یکی مسئولیتی که ایشون احساس میکنن در قبال مردممون، یکی مسئولیتی که ایشون احساس میکنن در قبال اعتقادی که دارن. و با اینکه عده زیادی ممکنه نظرات ایشون رو نپذیرن، ولی با نهایت شجاعت و شهامت نظرشون رو اعلام میکنن و به این دلیل ایشون شایسته هر نوع احترام خاصی هستن که این حقیر میتونه داشته باشه. بس. در واقع قربان ایشون هم شبه آقای دکتر میرزا آقاچی هستن. آقای میرزا آقاچی درود بر شما. درود بر شما. میخواستم یک کامنتی بدم اول برنامه و این که وقتی در جامعه روانشناسای ما درست کارشون انجام نمیدن، روانپزشکا کارشون رو درست انجام نمیدن، محصولاتی مثل آقای خلخالی یا مثل آقای سعید رضوی مرتضوی مثل اینها، اون رضوی هم داریم البته، مرتضوی اینا به وجود میان. اینها به نظر من قبل از اینکه مسئولیت خود این افراد باشه، مسئولیت روانپزشکایی است که در جامعه کار خودشون رو خوب انجام ندادن که این جانوران ایجاد شدن. و همینطور آقای دکتر ابراهیمیان هم مثل یه حزب جدیدی باز کردن. تمام کسانی که استخوان درد دارن عضو حزب ایشون هستن. نمیدونم به خود من این دوستانی که شما نام بردین اینا بیماری دارن که قابل درمان نیست و خوشبختانه این کارش یه مقدار دست شماست که به اینا یاد بدین بزرگواری رو، باز کردن دریچه های مغز رو. اگر آدم یه باورهای نادرست داشته باشه و دریچه های مغز رو ببند، بگی اینها دیگه دگرگون شدنی نیستن، همین هست که هست چون حرف خداست. حالا من یه سوال کوچیکی داشتم. این گربه رو که میکشن در جوانی، این اسم بیماری به خصوصی داره؟ چون آقای خلخالی اینطوری بودن. بله خب ایشون میدونه هر ویژگی که آدم در کودکی داره بزرگ میشه، با بزرگ شدن خودش اون ویژگیش هم بزرگتر میشه. ایشون به گربه کشتن فقط بسنده نکردن، رفتن سر چیزهای بزرگتر. اسب شاه رو هم با گلوله زدن تو سرش کشتن چون سواری به شاه میداده. یعنی شما اون چیزهای بزرگتر رو فراموش نکنید. حیف اون اسب، حیف اون قیمتی داشت، میلیون ها دلار ارزش بود، اسب سفیدی بود. به اتهام سواری دادن به شاه یک چیز در مغز این اسب شلی کرد. دنبال میکنیم برنامه رو همیانم. امروز 5 دقیقه به آقای دکتر بیات میرسه. قربان هنوز زوده. هنوز زوده بله. ما هنوز سلام نگفتیم. آه سلام. ولی حالا فکر کنید هموطنان عزیزم، فکر کنید آقای میزا آقاسی و افراد شبیه ایشون یک جمعیتی از ایران، جمعیتی یا جماعتی از به اصطلاح کل جمعیت سرزمین ما، به همین ترتیب آقای بیات، فرض بفرم 1 میلیون بیاد، 1 میلیون آقای میزا آقاسی، نه ایرانیان کنار همه چه داره با تو ایران منجوری باشیم؟ چی کار داریم؟ چی فکر میکنه؟ اصلا تفتیش عقیده مضمومه. به ما چی که افراد به چی اعتقاد دارن؟ اینه اگه همه اینجوری با هم باشن مشکلی ما نداریم. چه در جامعه ایرانی مشکلی بود چطور داریم؟ امروز در تونس زدن سر یک جوانی رو از بدن جدا کردن، عکسش در تام دوست ندارم پخش کنم عکسش رو. چرا مسیحی شد؟ مسلمان ها شنیدن رفتن سرش رو برید. ولی چرا مسیحی شد؟ خب چی شما چیزی خواستید؟ بنده یک مقدار مسائل کلیدی هست که ما وقتی عرض میکنیم حضرت عالی جناب آقای علیرضا میبودی مرشد ما هستید قربان، با تمام اپسیلونش حقیقت دارد. وقتی که شما کینوت سپیکر به اصطلاح صحبت‌های کلیدی می‌کنید قربان، ما همه به گوشیم و به یاد دارد که وقتی که داستان‌ها از تونس و
و بعداً مصر شروع شد، چگونه همه مردم برای دموکراسی می‌رقصیدند. بله. ولیکن 6 ماه بعد کشتیبان را سیاستی دیگر آمد. ما که از روز اول گفتیم. ما نشنیدیم اوروان. میگه نه، ما که از روز اول گفتیم آقا این راه خطاست. و اینا متاسفانه انتخاب بدی کردن. بله. یه نکته رو من می‌خواستم عرض کنم. بفهم. ببینید توی ایران در حال حاضر من فکر کنم میلیون‌ها آدم بسیار خوب و متفکر و خوب وجود داره. اشکال آدم‌ها به تنهایی نیستن. اشکال تفکرات عمومی افراد وقتی با هم میشینن، اون چیزی که اینا رو به هم مربوط کرده در رابطه با گذشته وقتی به هم میرسن نمیتونن رفتار دیگه داشته باشن. من یادم هست در گفتارهای در جریانات سیاسی خاورمیانه کیسینجر وقتی میخواست با اعراب صحبت بکنه هرگز با دوتاشون توی اتاق صحبت نمیکرد، باشون دونه 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 صحبت میکرد. به اعتقاد داشت که وقتی اینا 3تاشون 5تاشون با هم جمع بشن یه فضای دیگه ایجاد میشه، اینا با هم دیگه یه دنیای دیگه ای رو خلق میکنن، دنیای خیلی خوبی نیست. با هر کدومشون به تنهایی میتونست به توافقی خیلی زیادی برسه. اشکال ما منتقل کردن این تفکر از فرد به جامعه است که افراد جامعه در جمع بتونن یک کار درستی رو انجام بدن. همه مشکلات دنیای خاورمیانه مشکلات گرفتاری های این اجتماعیه. دقیقا. به طور فردیم و متفکر زیاد داریم، شاعر و نویسنده زیاد داریم، افکار نوبل بیوتیفول قشنگ زیاد داریم که در غرب ممکنه مثلش خیلی کم باشه، ولی یه اشکالی در اینجا وجود داره از نظر فرهنگی. وقتی ما به هم میرسیم یه جور دیگه رفتار میکنیم. این به پیروی از گفتار دوست بسیار ارجمندم اینجا آقای دکتر ابراهیمیان، این یک کمی جنبه شوخی داره ولی شوخی بسیار پرمعنی است که شاید خیلی از شما هم شنیده باشین. میگویند ما ایرانی ها تک تکمون آدم های برجسته هست، خیلی اندیشه های باز و بزرگوارانه داریم. 2 نفر که میشیم این خاصیت ما نصف میشه، 3 نفر که میشیم 1/3 میشه، 10 نفر که میشیم 1/10 میشه دیگه. 1000 نفر رو شما فرمودین 1,000,000 نفر، همینجور که آقای دکتر هم اشاره کردن دور هم که جمع میشیم دیگه کار خیلی خراب میشه. داره. میگن وقتی 3 نفر میشن ایرانی ها ما انشاب میکنن. جناب میبودی، من این رو فکر میکنم یک بار دیگه مطرح کردم ولی چون در رابطه با همین هست خدمت دوستان عزیزم ذکر میکنم. حقیقت این هست که ما در ایران همیشه 2 فرهنگ داشتیم. یک فرهنگی بود که این فرهنگ ویژه خاصان جامعه ما بود، انسانهای ویژه جامعه ما، و این رو در مثلا گلستان میبینیم، در مثنوی میبینیم، در شاهنامه میبینیم، و ولی اینها عدهشون انگوش شمار بوده در هر دوره ای. یک فرهنگ دیگه ای هم ما داشتیم که این فرهنگ فرهنگ عام بوده، فرهنگ عموم بوده. مشکلاتی که ما اکثرا راجع به صحبت میکنیم در رابطه با فرهنگ عموم بوده، و خب دلایل تاریخی فراوان هم داره، مقدار زیادی جنگ ها اینقدر تو سر ملت ما زدن و تحقیرش کردن در طول سالیان سال. من شاید تا 7-8-10 سال قبل بسیار با دلسردی و دلچرکینی به ایران نگاه میکردم و به ایرانی، ولی واقعا توی این 10 سال گذشته اونقدر تغییر دارم میبینم که من رو غرق کرده در امید و امیدواری. دلیلش هم بالا رفتن سطح تحصیلاته. درسته که هنوز یکی از خصوصیات فرهنگی ما این هست که افراد جلوی همدیگه خیلی مواظبن چی بگند، که حتما به این دارید شما اشاره میکنید، یا حقیقت وجودی خودشون و حقیقت اعتقادی خودشون و اون چی که واقعا در قلبشون باور میکنن شاید جلوی دیگران مطرح نکنن، ولی اون هم با دلیل تاریخی داره، چون اگر مطرح میکردن در گذشته سرشون رو میبریدند. الان خیلی این داره زیادتر میشه، یعنی بیشتر و بیشتر هم میهنان ما هر کجا که هستند دارن نظراتشون رو با آزادگی مطرح میکنن، و این اون شروع تحول فرهنگی و همون چیزی که در اروپا انجام شد، رنسانسی که در اروپا انجام شد داره در سرزمین ما پیدا میشه. من فوق العاده امیدوار هستم که نتیجه این خواهد شد که افراد بدون ترس عقاید و نظراتشون رو مطرح کنن و اگر لازم شد هر سختی هم از براش بکشن، کمان که دیدیم در چند ساله گذشته. من فوق العاده امیدوار هستم چون فرهنگ خاص و ویژه ما الان داره تبدیل به فرهنگ عمومی میشه به تدریج. آقای میبودی، اشکال بزرگی که ما داریم و آقایون همه اشاره فرمودند
این است که اولا انحرافاتی که در دین انجام میشه از حمایت جامعه برخورداره و طبقه روشنفکر و سطح برجسته جامعه هم در جامعه خجالت میکشن که جامعه رو اصلاح بکنن. اینها در افراد با همدیگه که هستن دوتا ستا هم نظر همدیگه رو قبول میکنن، ولی حتی اینها یعنی این روشنفکرها هم در مقابل جامعه احساس خطر و احساس ترس میکنن و در واقع به نوعی به خفقان اجتماعی کمک میکنن. یک کسی به یک کسی رسید گفت آقا من شنیدم شما مردین. گفتش که خب میبینی که زنده هستم، چیه شنیدی که مردم؟ گفتش که بله، ولی آخر راوی خیلی درست حرف میزد، خیلی راست میگفت. گفت که حالا راوی درست میگفت یا غلط میگفت یا راستگو یا دروغگو؟ من که زنده هستم. گفت بله، ولی آخر راوی هم خیلی راستگو. این کاریست که در واقع ما این در این پنل لااقل در دو سال گذشته باش مواجه بودیم و با بیننده های میلیونی که ما داریم. یعنی وقتی آخر سر اینها هیچ دلیلی برای اتهاماتشون ندارن، میگن پس در 1400 سال گذشته تو بیشتر بنگ میفهمیدی یا علی، تو بیشتر میفهمیدی یا عمر، در حالی که ما میگیم ما اصلا به علی و عمر کاری نداریم. شما این قرآن رو باز کنید، این آیه صریح در اینجا نوشته که سن بلوغ برای ازدواج چه سن نیست، این رو معین چه سنیه؟ سن بلوغ برای دختر و پسر سن نیست که شخص به مدیریت کامل اقتصادی اموال خودش قائل باشه و بتواند که اموال خودش را از نظر اقتصادی مدیریت بکند. آیه صریح قرآن قرارم این است که یعنی میزان معیار عقلانیت به اصطلاح اقتصادی و همینطور آمادگی فیزیکی به اضافه آمادگی عقلانی در شناخت خطراتی که از این قراردادی که ازدواج قرارداد ایجاد میشه. مقصود این که ما حتی در این جمع هم این اشکال رو داریم که وقتی نظریات جامعه رو با نظریات قرآن در اختلاف میبینیم و قرآن رو که سند اصلی ارائه میدیم، باز هم میگن درست البته اینجا نوشته معنیش اینه، ولی آخه شما ببینید شما بیشتر میفهمیدین یا آقای ایکس یا آقای ایکرید. اون رو شاید ما باید برطرف بکنیم و برای شناخت هر دین به پایه و مأخذ اون دین ما بازگردیم، نه به کارهای تاریخی که از اون دین سر زده. تشکر می‌کنم. ممنونم. اضافه بکنم. اجازه فرمایید. جدا بله بفهم. یه اصل روانی که من دوستم بخوام به من لطف بکنه این رو روشن بکنه، ولی اینطوری میگن که در دنیا همیشه اینطور بوده ولی مخصوص به ایرانی‌ها یه جامعه خاصی نیست. انسان به چیزی که خودش بهش اعتقاد میکنه کمتر عمل میکنه به اعتقاد پیدا میکنه چیزی که بهش میگن. چیزی که به شما میگن به دلیلی یه حالت خیلی بالاتر و بالاتری پیدا میکنه و گرفتاری. من فکر میکنم درست من عرض کردم که در فرد خیلی مهمه، ولی این باید ترنسلیت بشه، ترجمه بشه به یه چیز عمومی و در جمع در بحث عمومی اتفاق پیدا میفته که تفکر عمومی مردم تغییر پیدا بکنه. ما میدونیم در آلمان مترقی، در آلمانی که تمام متفکرین و نویسنده ها و شعرا و ادیب ها و همه چی وجود داشتن، تونست یه کسی، یه دیوانه مثل هیتلر، تونست تفکراتش رو با قدرت تو کله مردم بکنه و ترانسفورم بکنه، تغییر بده مردم را از یه مردم متمدن به یه مردم سبو، آدمخوار، مردم آدمخوار. و این عملی، این شدنیه و این گرفتاری است که این حکومت ها و تفکراتی که از بالا روی مغز مردم کار میکنه و مخصوصا در دنیای امروز که به وسیله ارتباط دست جمعی اینقدر قدرت داره، رادیو و اینه که هر کشوری میخوان کودتا بکنه میان تلویزیونش میگیرن، رادیوش میگیرن، برای که اینجایی است که مغز توده های مردم رو میشوره و تفکرات عمومی ایجاد میکنه. در این زمینه به کوتاهی چیزی خدمتتون بگم آقای میوودی با اجازهتون. استاد ارجمندم پروفسور فرهنگ مهر یک بار حرف بسیار پخته ای زدن، همیشه می زنن ولی اون یک بار به مغز من چسبید. فرمودن که در ایران همیشه بیگانگان و عرب ها در این 1400 سال گذشته بر ما حکم فرمایی کردند و ما همینجور که اشاره شد به گونه دیگری دو جور زندگی داشتیم، یکی زندگی در خانه، یکی زندگی در بیرون که جون خودمون نگه داریم. عرب ها و عرب گرایان که شوخی هیچ وقت نداشتن در طول این 1400 سال. شما ببینید چه خونریزی ها، چه سر بریدن ها. شما یک نمونه شو خوب امروز اینجا گفته میشه به تمام دنیا پخش میشه که در تونس اینجور
میدونین اینا چقدر سر بریدن. حالا ایشون میگفتن بر این پایه ما ایرانی ها غیر قابل حکم روایی شدیم، یعنی سازمان نمیتونیم بدیم، یک نفر رو از بین خودمون نمیتونیم بر بگذینیم، چون اون آدم به محض این که برگذیدیم این فرمان روای ما میشه و اون چیزی که در مغز ما از فرمان روایی هست، فرمان روایی پر از دشمنی، خونخاری، خونریزی، عربگرایی، در نتیجه ما نمیتونیم به هم باور داشته باشیم. وقتی من اینجا سخنی میگم همه دوستان حق دارن که بگن این داره تملق میگه یا میخواد بد و بیرا بگه، چون همیشه یکی از این دوتا بود. برای نگهداری جان و خودمون میبایسته به این عرب ها تملق بگیم که هنوز هم باید بگیم. تشکر. میگن تشخیص من یا شما همین تشخیص رو دارید؟ حالات آقای، حالات و اطفال و قیافه و هیئت و همه، آقای دکتر ملیک یوسفیان به من میگه که ایشون عاشق شده یا عاشقه یا عاشق پیشه، همین چرا همش تو فکره، فکره عاشقانه تو سرشه. ولی گاهگاهی یاران فراموش میکنند عشق بلاهایی که سرشون میاد. و اما در ادامه فرمایشات شما، اینجا دو جنبه مسئله روانی است. روانی به اصطلاح شستشوی مغزی از راه چیز فرمودن آقای دکتر شیرزاد، فرد و تلویزیون و غیره. اکنون این آقای مسلمانی که در تونس مسیحی شده و سرش رو زدن، دو تا عمل هست، یکی اون سبوعیت این عمل، دیگری ایمان قوی اون مرد. آها. که هفته پیش آقای دکتر بیاد داشتیم صحبت میکردیم در پنل در مورد افراد با ایمان، که چقدر اینها در ایمان خودشون پایمردی نشون میده، با این که مسیحی زاده نبوده، تازه مثلا دو سه ماه یا هفتش ماه مسیحی شده، با این حال چقدر پایش قوی بوده از لحاظ ایمان و کانویکشن به اصطلاح تعهداتش نسبت به عیسی مسیح که درش به باد داده. خب همین الانم تا لحظه دیگه بعد از بازار چاگیا عبور کنیم برای تغییر ذائقه. یک دایناسوری به دوست دخترش میرسه، میگه بیا بریم سینما. میگه نه دوست ندارم. میگه بعد سینما میریم شام میخوریم، بعد میریم خونه خوش میگذره. میگه نه دوست ندارم. میگه خب برای همین ما منقرض داریم. الان ما رو پی میگیریم. گفتمان بزرگ بین صاحبان عقاید مختلف. همینا فردا یادتون باشه جمعه است، با دکتر علی میرفتروس خواهیم بود. چهارشنبه ها افتاد به خاطر مسابقه فوتبال، برنامه ها جابجا شد. چهارشنبه جمعه فردا با دکتر میرفتروس، هوشنگ خادمی، سارا ایرانی عزیز، برنامه فوق العاده است. توجه شما رو به این برنامه جلب میکنن. اما دوستان داشتن بحث میکردن راجع به این آقای دکتر بیزا آقاسی، آقای دکتر شیرزاد ابراهیمیان. شما چی میگفتی؟ ایشون چی میگفتن؟ من عرض میکردم خدمتشون که این اتفاقی که در سودان افتاده و یه نفر رو به عنوان این که مسیحی هست و مرتد شده، نه سودان نیست، تونس. عکسشم نشون بدید یک لحظه، عکسشون بدید. البته در سودان هم کم بود. بله، دارن اون کی دارن میکشن، چه کشتار اینقدر جنوب سود. این حادثه است، نگاه کنید، ما نمیتونیم نشون بدیم. این سرشو بریدن و واقعا تنه بیشتر اصلا حیرت انگیزه. بعد شریعت داره به چی کجا میره؟ بهشون عرض میکردم که این اتفاقاتی که در دنیا میفته به علت این است که طبقه روشنفکر و طبقه‌ای که رسانه های گروهی رو در اختیار دارن، اصل اساس دین رو مانع میشن که مردم یاد بگیرن و مردم به جای آشنایی با قرآن، آشنایی با تورات، آشنایی با انجیل، آشنایی با اقدس، آشنایی با گاتها، مردم اخلاق و رفتار مردم رو یاد میگیرن، تاریخ دین رو یاد میگیرن به جای اینکه اصل دین رو یاد بگیرن. نتیجتا همیشه در دنیا تعدادی آدم مزدور و آدم توطئه‌گر و آدم سوء استفاده‌چی وجود داره که اینها با اتکا به جهل مردم، این موضوع خیلی مهمه، با اتکا و تکیه کردن به جهل مردم هست که توجیه میکنند اینجور کشتارها رو و اینجور خلاف کردنها رو و به نام دین و به استناد دین. و همینطور به ایشون عرض میکردم که اسلام و یهودیت در یک جایی با همدیگه خیلی کانتراست شدیدی دارن.
هر دو دین شروع کردن به تغییرات و تعدیل و شاید در مواردی حتی تغییر از اساس دینشون، و اینکه قرآن توسط مردم تبدیل به چیزهایی شده که پستر و پایینتر از قرآنه و با قرآن تطبیق نمی‌کنه، اما قوم یهود این شعور و معرفت رو داشتن که تمام اشکالاتی رو که در دینشون بوده تعدیل کردن، تغییر دادن و از دینشون یک دین مدرن و جدید و قابل استفاده برای دنیای امروز ساختن. ما یک دین قابل استفاده و مدرن رو تبدیل به یک دین غیر عملی و محجور کردیم. عرض من اینه که ببینید، من به دوران صدر اسلام کاری ندارم، من در سالهای 610-632 کاری ندارم، ولی بعد از وفات حضرت محمد اون کسانی که اسلام را به دنیا بردن با زور و کشتن بردن، با ارائه نکردن کسی بخونه تصمیم بگیری میخواد مسلمان بشی یا نه، با شمشیر بود. یعنی این در تمام تاریخ وجود داشته، در اونجا وجود داشته، در اسپانیا وجود داشته، وقتی که به قسطنطنیه حمله کردن در سالهای 500 این همین کارو کردن، مردم شهر رو همه رو کشتن در ظرف دو روز، که خود رهبران جنگ کوشش کردن جلوی اون رو بگیرن، برای که اگه نبود هیچ کسی تو شهر باقی نمیمون. یک چیزی داخل این مذهب شده یا داخل این مذهب کردن که این متاسفانه با تعدی، با تجاوز، با در حقیقت بی احترامی به حقوق حیات افراد، که چیزی که مایدس خدا بهش داده و اونا به خدا اعتقاد دارن، این واقعا تباعدون داره. فکر که ما الان که ما درد رو فهمیدیم باید به درمان برسیم. چرا؟ و الان چرا؟ باید برگردیم. چرا؟ و ببینیم که آیا به عنوان مثال همین شخصی که در تونس الان گردن زدن، الان جامعه جهانی که ما بخشی از جامعه جهانی هستیم، از اینها سوال بکنیم که مصداق و مدرک و مستند قرآنی شما برای اینکه جان یک آدمی رو گرفتید چیه؟ بالاخره اون آیه رو باید در بیارن از تو این کتاب. خب بخوام اینو بیانشون بدم. شما طرفدار اصلاح دین هستید دیگه. یعنی چون من طرفدار اصالت دین هستم. من اصلا دین خب الان فرمودید که یهودیت به این علت موفقه که اصلاح کرده خودش رو، چون در دینشون معایبی بوده که اون معایب رو با شعور اجتماعی اصلاح کردن و به درجاتی رسیدن که امروز دینشون قابل پذیرش. خب در دین اسلام برای دین اسلام معایبی وجود نداره. اصلاحی من قائل نیستم برای دین اسلام. من معتقدم که ما اگر به اصالت قرآن برگردیم همه اشکالات بشر برطرف میشه و تمام اشکالاتی رو که ما میبینیم برای خروج و سقوط از اسلامه. در حمله‌ای که فرمودم من کاملا فرمایشاتشون رو تایید میکنم. اسلام نه، ولی اعراب با قدرت خشونت و سبوعیت، با قربانی کردن قرآن، با قربانی کردن اسلام و با بکار گرفتن اسلام و سوء استفاده از اسلام، دنیا رو تا حدود یک سوم کره زمین رو فتح کردن به زور و به بهانه و به عامل قرآن، نه به واقعا اصالت قرآن. و من فکر میکنم که در 1400 سال گذشته فقط اعراب نبودن که بر ایران حکومت کردن، دیگر نژادها هم بر ایران حکومت کردن و همه اینها وارث تجاوزات اعراب بودن و اعراب خودشون قربانی کننده دین اسلام و قربانی کننده قرآن هستند. و امروز هم که ما قادر هستیم که از این اسارت خارج بشیم، مقاومت میکنیم و میگوییم خیر، ارتداد در قرآن است، تو نمیبینی. ارتداد در قرآن است که تو در کشتی اطلنطیک یا نمیدونم کجایی است که شما میفرمایید. ولی با تمام این یورش‌هایی که به ایران شده به وسیله تمام فرهنگا و تمام جوامع مختلف، امروز جاپای اون تعدی رو که به نام اسلام به ایران شده ما میبینیم. ما جای پای یونان رو نمیبینیم، جای پای روم رو زیاد نمیبینیم. بهانه اونا اسلام بوده. به هر حال جای پای هیچ کمان رو زیاد نمیبینیم، ولی این رو داریم میبینیم، عملا داریم امروز میبینیم. به یه شکلی ولی توجه داشته باشه که اگه قرار روزی اصلاح بشه، درست همه مردم دنیا برای همه اتفاق دنیا مسئولیت دارن، ولی اون چیزی که اگر میخواییم لطف بکنیم به یهودیت که فرمودین، اینجور من تعبیر میکنم، ما با کلمات تورات در جدالیم، هنوز در جدالیم. یعنی در حقیقت ما این لغتی را که با مرکب روی پوست یا روی کاغذ نوشته میخونیم، اون بدون تعبیر ما چیزی نیست.
چیزی که اون رو اهمیت میده تعبیر من و شماست. اینی که شما در مورد اسلام صحبت میکنین، تعبیر و تفسیر شما از قرآن همیشه مهمه، همیشه باید مهم باشه و نمیتونین این موضوع رو ندیده بگیرین. نمیتونین بگین در اسلام یه رمزی وجود داره، یه کسی چشش رو باز کنه میبینه یا میفهمه. باید تعبیر بکنه و تفسیر بکنه با حواس خودش، با مغز خودش. به این چیز که من متاسفانه میبینم که در حال حاضر یا انجام نمیشه یا به طور خیلی غلطی انجام میشه. قرآن شرط خیلی رازمی داره، میگه هر کس میخواد قرآن رو بفهمه اگر صداقت و تقوا داشته باشه مفهوم قرآن رو میفهمه، مسیرشونه. خب برای اینکه بس دو طرف نشه، آقای نفری دو دقیقه وقت داری صحبت کنی راجع به این موضوع، بفهم. ببین آقای دکتر میرزا آقاسی فرمودن که آقا ارتداد، شما میدونین جزاش در قرآن چیه؟ ارتداد در قرآن جزاش پشتیبانیه، میگوید هر کی که از اسلام برگشت بیاید از اون پشتیبانی بکن. طور خدا حالا این فرض کنین من قرآن رو 15 بار نخونده باشم، فرض کنین به این قرآن ناطق و ترجمه های قرآن اصلا گوش فرا نداده باشه، یک آدمی به باهوشی حضرت محمد، چه خودش نوشته باشه چه اون خدا بهش گفته باشه نوشته باشه، میاد میگه هر کس دین تو بیرون رفت ازش پشتیبانی بکنن مسلمین، این که کسی در اون دین نمیمون. چی میگن ایشون؟ مرتد رو باید بترسونن. اقتلو، میگیم اقتلو چیه؟ میگن اینا آیه جنگیه. مگه قرآن کتاب جنگیه؟ نخیر. مگه کتاب قرآن دینی حکم برای میدان جنگ داره، برای میدان صلح داره. پس فرمانده جنگ، همینو من میگم. نه. دین قرآن وقتی که جنگ میشه برای شما محدودیت قائله که مثل گذشته، مثل دوران قبل از قرآن، مثل دوران قبل از اسلام با سبوئیت و با انتقام جویی در مقابل یک نفر 1000 نفر رو نکشید. آره محدود میکنه مقاومت شما رو به حد اقل میرسونه و در آیات قرآنی میگوید تعدی نکنید در دفاع. آقای مجازات مدید بله قربان یک کمی چه میگویند عرض کنم. چشم میفرماید وحچ نیکو جمله یاران پنل حرف یوسف بشنوند از جان و دل. عرض کنم برای اینکه ما مجبور نشیم دوباره زیپا در بیاریم و هی زیپه را بکشیم. خیلی میگن فروتنی ها. عرض کنم بالاخره باید نتیجه گیری کرد. بله. نتیجه گیری واقعی، نه نتیجه گیری تفسیری و تعبیری. نتیجه گیری باید واقعی باشه. عرض کنم حضورتون چندین سال پیش فیلمی بود به نام آوازخوان نه آواز. این اصلا یه واژه بسیار زیبایی است. ما اگر آوازخوان نه آواز The singer not the song. و از اون طرف آواز نه آوازخوان را ما بیایم این دوتا را ادغام بکنیم و به هر موجودی که دارن گوش میکنن و نگاه میکنن بگیم قربان شعور دارید، سوادم دارید، برید بخونید. آفرین. برید بخونید. حالا یک کمی زیپ یک کمی وا شد. این تلفنایی که به جناب آقای میرزا آقاسی میشه بنده واقعا هنوز حیرانم آیا اینا خوندن یا نخوندن. دیگه بقیش قربان اون فیلمی که فرمودی خونه پیشش میلن دو مانجو نخ قربان دریک یک چیز دیگه. خب دوستان عزیزم نوبت من 5 دقیقه امروز شما 5 دقیقه امروز به آقای دکتر حیات میرسه. ما سراپا گوشید. شما هم خواهش کنم ساعت رو سگار کنید. میخواید من ابتدا راجع به این موضوع صحبت کنم؟ قبل از 5 دقیقه برسید. شما 5 دقیقه وقت دارید. ما هم 2 دقیقه منو دادیم به ایشون. بله بفرمایید. پس نمیخواید من راجع به این جداگانه از اون 5 دقیقه صحبت کنم؟ چرا بفرمایید. خب. پس این موضوع اول فرمایید 2 دقیقه. به عنوان یک شاگرد تاریخی، تاریخ پژوه من خودم رو میدونم. همه عمرم سعی کردم تاریخ رو بخونم، بفهمم حقایق چرا اتفاق افتاده. و این کار رو برای تاریخ همه ملل انجام دادم، تاریخ همه ادیان انجام دادم، من جمله آیین زرتشتی، آیین یهودی، همچنین برای آیین اسلام. اون چیزی که من فقط الان از دید تاریخ میخوام صحبت کنم و این نه به عنوان یک بهایی هست، به عنوان یک شاگرد تاریخ. بله. چیزی که من در تاریخ میبینم این هست که زندگی پیامبر اسلام بعد از اینکه از مکه به مدینه تشریف بردند دگرگون شد.
از یک مصلح اجتماعی با عقاید اجتماعی ایشون یک مرتبه مسئولیت اداره یک شهری به گردنشون افتاد که این شهر خود به خود در جنگ بود با مرکز قدرت اون زمان که مکه بود. در نتیجه قسمت عمرشون که ایشون در این شهر زندگی کردند تمامش درگیر این میدانهای جنگ بودند. در نتیجه اینکه آقای حمید میرزا آقاسی میفرمایند در قرآن آیات جنگ هست، البته به دلیل اینکه در خیلی از این موارد آیاتی که نازل شد اشاره به اون جنگ ها بود. خب ایشون تا حتی ایام آخر حیاتشون هم هنوز این جنگ ها ادامه داشت، تا وقتی که مکه افتاد و فرو افتاد و لااقل در شبه جزیره عربستان همه پذیرفتند اسلام رو و با ایشون بیعت کردند. منتها پذیرفتن یک دیانت با فهمیدن حقیقت یک دیانت دو چیز گوناگون هست و اون پذیرش هم که میدونیم بیشترش به دلیل جنگ های مختلفی بود که اتفاق افتاد. یک دو سه نسل طول میکشه تا انسان ها از نظر تفکری و اعتقادی بفهمند چی پدرانشون به هر دلیلی پذیرفتند. خب بعد از اینکه پیغمبر فوت کردند ابوبکر به قدرت رسید. میبینیم که دو سال حکومتش رو ابوبکر در جنگ با همه این قبائلی بود که اینها همه چون با پیغمبر بیعت کرده بودند همه شوریدند. دو سال ایشون حکومت کردند، تمام دو سالش در جنگ بود تا اینکه ایشون فوت کردند. وقتی ابوبکر فوت کرد و عمر به قدرت رسید، عمر جوان بود، جنرال ارتش بود و ایشون اومد تمام این جنگجوها رو که میدونست بقیه عمرش هم باید با اونها درگیر باشه جمعشون کرد و فرستادشون به بقیه دنیای اون زمان که برن و فتح بکنن. در نتیجه چیزی که مردم سرزمین‌های مثل ایران و بین النهرین و ماوراءالنهر و نمیدونم مصر و بقیه دنیای اون زمان دیدند از اسلام، اون چیزی بود که از دوران عمر شروع شد و این همش جنگ و کشورگشایی بود. شما اگر مفاد قراردادی رو که عمر به پیروان ادیان دیگه در این سرزمین های فتح شده داده بخونید، عملا اون تبدیل شد به حرکت اسلام در این سرزمین ها و میبینیم اونها هیچ کدومش کاری به قرآن هم نداره که باید چه لباسی بپوشن، چه جوری باید بشن، خونه هاشون چه اندازه باید باشه، اگر حتی دارن سوار یک الاغ هستن رد میشن یک مسلمان باشه باید چه، یعنی شما میبینید این اصلا کاری به قرآن نداره. در نتیجه از اون زمان اون چی که عمر قرار داد شد روش زندگی و حقوق انسانی غیر مسلمان ها و مسلمان ها در سرزمین های اسلامی و بعد از اون هم میبینیم این روش ادامه پیدا کرد و ادامه پیدا کرد و ادامه پیدا کرد. به عبارت دیگه حرفی که حمید عزیز اینجا میزنه درسته که قرآن از همون ابتداش عملا کنار زده شد و مؤمنین اینطور فرض کردند که پیامبر وقتی فوت کرده برای اونها قرآن رو گذاشته و سنت رو گذاشته، شیعیان گفتن اهل بیت رو هم گذاشته. پس شما میبینین قرآن فقط شد یکی از پایه ها و چون هم به عربی بود اکثرا نمیخوندنش یا نمیفهمیدنش، ولی راه و روشی که بعدها تبدیل به شریعت شد و نوشته شد شاید حدود 200 سال بعد، میبینید که کاری به قرآن نداره. حالا مسئله اینه که الان 1400 خورده ای سال بعد از اون ما چگونه باید این اصلاح رو پیش بیاریم؟ مسلمین معتقد نیستند که قرآن تنها سندیه که دارن. اکثرشون اینجوری بزرگ شدن و تربیت شدن که بدونن سنت هست که شامل احادیث و نمیدونم شأن نزول و تاریخ و روش زندگی پیغمبر رو به اضافه اون چیزی که در عمل انجام می شده. مشکل در اینجاست که چگونه این افکار آهسته آهسته کنار بره و به اصل کتاب برگردن. و حمید عزیز در اینجا تلاششون اینه که به همه مردم بگن 1400-500 سال شما اومدین برای قرآن این جنبه های دیگه هم گذاشتین، حدیث و سنت و شریعت و نمیدونم و غیره، اینا رو باید کنار بگذارین چون اینها باعث عقب افتادگی شده و باید به اصل قرآن برگردیم. و این کار بسیار سختیه، یکی از بزرگترین اصلاحات اجتماعی هست که شاید باید در دنیای اسلام انجام بشه و من برای ایشون طلب موفقیت میکنم و این کار بسیار بسیار سختیه. همونجوری که معتقد به اصلاحات نیستم، فرمودن من معتقد به اصالت. بله، ایشون از دید اصلاحات منظورشون اصلاحات در اون چیزی که در اون ارکان دیگه بوده، نه اینکه در خود قرآن بوده. نظر ایشون اینه. حالا آیا به اینجا خواهیم رسید که آیا بعضی از قوانین اسلام هم
باید درش تجدید نظر بشه یا یک خواندن جدیدی ازش انجام بشه، اینها بحث های آینده خواهد بود. ولی مشکلاتی ما اکثرا باش داریم برخورد میکنیم، مثل قتل عام مردم، فرمان های جنگ، فرمان نمیدونم کشتار و غیره، اکثرا برمیگرده به تاریخ اسلام و چیزی که تبدیل به سنت و روش و اتفاقای افتاد که بعد از پیامبر اومده. اگر اینها کنار زده بشن، این جامعه هم مثل هر جامعه مذهبی دیگه میتونه شروع به پیشرفت بکنه، میتونه خودش رو از گرفتاری هایی که بقیه ملل خودشون رو از اونها خارج کردن خارج کنه. شاید اتفاقایی هم که فعلا در دنیای اسلام داره میفته، مثل دنیای عرب، دنیای ایران و غیره، همه برخورد با این مشکله که چگونه اینها رو بیان جدا بکنن از چیزی که شاید شرط اصلی یک اعتقاد بود. خب شما 5 دقیقتون تموم شد. بعد چون چیزی می‌خواستی بگی؟ بله من هر چیزی در این مورد داشتم. خاموششون کلا درسته، ولی یه نکته اینجا هست، اونه که حمله اعراب در دوران عمر به من دوروبر خودشون و جهانگیریشون، اول کانسپتش و اساسش در حقیقت فقط تسخیر بود، فقط گرفتن یه جای دیگه بود و اونها رو تبدیل کردن به یه گروهی که باجگذار و غرامته و به در حقیقت اون سالیاره بعد یه پولی به این حکومت هر چی که اسمش می‌خوام بزنن اون موقع می‌نشتن. حتی عمر کوشش نمی‌کرد مردم رو مسلمان بکنه. این از این مال من نیست، این عرایض بنده گفتاری است از خانم کارن آرمسترون که پروفسور مذهب شناسی در آکسفورد انگلستان و کتاب خیلی خیلی جالبی داره و اون اعتقاد داره که مسئله اسلامی کردن اون مناطق در حدود 100 تا 150 سال بعد به ترتیب به تدریج اتفاق افتاد. البته تمایزی ایجاد کردن اعراب که یک گریسون هایی تولید کردن و خودشون در این گریسون ها میموندن و خودشون رو با بقیه بالاتر میذاشتن، یعنی بقیه در حقیقت ابواب جمعی و در حقیقت مبالی بله مبالی و خراجگذار اینها باقی میموندن. یکی یک اتفاقاتی بعدا افتاده، برای که میدونی که در گذشتم شما اگه حمله روم رو و حمله یونان رو با هم مقایسه بکنید به دنیا، اینو کاملا میفهمید. رومی ها میخواستن دنیا رو تسخیر بکنن، ولی یونانی ها میخواستن فرهنگشون رو و کالچر یونانی ها رو به دنیا، بقیه رو میخواستن یونانی بکنن. در ابتدای حمله اسلام مقصود اسلام هدیه بردن، هدیه که اونا فکر میکنن هدیه اسلام به دنیای دیگه نبوده، بیشتر تسخیر اونا، گرفتن خونه هاشون، گرفتن املاکشون، اموالشون، زندگیشون و در حقیقت تاراج بوده بیشتر و بعدن مسئله اسلام پیش اومده. اینه که این مطمئنا در یه مرحله بعد از عمر اتفاق افتاده. این جریانی که ما امروز دنبالش رو میبینیم، این جریان حتی در دور عمر هم اتفاق نیفتاده. حالا من یه چیزی به کوتاهی اینجا خدمتتون بگم، به راستی من شگفت زده شدم و همینجور با یک احساس تحسین برای آقای دکتر بیات، بهترین دفاع و پدافندی که از اسلام شده بود من تا امروز از زبون ایشون شنیدم، که البته خب چیز عجیب غریبی نیست چون دین بهایی خیلی نزدیک به دین اسلام و اگر ایشان چیزی غیر از اینها میگفتند خب این داستان یکی شعبه دیگر بودن که دوست عزیز آقای دکتر اوسفیان اشاره کردن بهش در لفافه، این وجود نداشت. ولی ببینید برگشت به کتاب اصلی، آخه شما باید اول مردم میاندیشن، مردم هوش دارن، دانایی دارن، میتونن بخونن، ثبات دارن. شما بگوید کجاهاش نخونن، بگین فقط نگین حدیث رو بذاریم کنار، من به کلی حرف شما رو میپذیرم، حدیث رو بذاریم کنار، اون شریعت رو بذاریم کنار، شما بگین کجای این رو باید بخونن، کجایش رو نخونن و چرا باید نخونن. اونا سخنانی هست که بعدن اضافه شده، از جانب خدا نیومده، اینا مردم هوش دارن، روشن بکنین براش. آقای یوسفیان قربانت گردم، اجازه بدی شعر حافظ بخونیم، برای این که مسئله خیلی غلیظ داره میشه و ما داریم مسائلی رو مطرح میکنیم که با ادامه مسائلی که اکنون در دنیا، حالا یا تونس یا در مصر
که یه آقای مسیحی شده، یعنی مسیحی قبطی همسر مسلمان گرفت، و یا مسائلی که برای بهایی ها، پیروان بهایی، خواهران برادران بهایی در ایران و مسلمانانی که مسیحی شدن مثل اون آقایی که تونس، اینها را باید واقعا مشخص کرد که اگر این افراد دارند سر به اصطلاح احکام آیت الله عظما صادق خلخالی مثال اون دارن رفتار میکنن، یا اینکه واقعا حقیقت تو این برنامه ها هست. و البته بنده که هیچ گونه چه میگویند درایت و مطالعه‌ای در این مورد ندارم، در صلاحیت بنده نیست، ولی خب بین این دوتا فرق زیاده. خب این جنایاتی که در مسیحیت رخ داده مثلا در قرون وسطا، اونا ناشی از چی بوده؟ ناشی از جهل بوده نسبت به مسیحیت. در یک نشست و برخاست 5 دقیقه که حضرت عالی، خیلی ممنونم، اگرچه من شکوایه کردم از کم بوده وقت، ولی حضرت عالی بعدن رفتم وقتا گرفتم، به اندازه کافی وقت دادید، بلکه خب موضوع مهم بود. این مسئله‌ای که در قرون وسطا بود که به چزونیش مربان میشه 30 سال، یعنی همان سالی که الان ما جمهوری اسلامی داریم، همون سالی که ما بنلاد 40 سال، 50 سال، چند سال. و اون اگر در قرون وسطا از بیخردی مردم که صنعت چاپ هم نداشتن در سالهای 1400 اتفاق افتاده، ما داریم از قرون وسطای 2012 ماه جون صحبت میکنیم. اون را آقای دکتر محمد قاسم بیار با لیزر و ساتور تبرزین نادرشاه کشتن، بریدن مذهب و از کنم سیاست را. وقتی که دوتا پاپ برای رسیدن به پاپی دوئل میکنن، این خب معلومه این چه خبره، این کار موضوع نداره. ولیکن اون مسائل، ما داریم مسائل امروز را تجزیه تحلیل میکنیم، کی دیگه به قرون وسطا کار داره؟ من یه نکته رو باید خدمت دوست عزیزم دکتر انوشیروانی توضیح بدم، و اون این هست که چون من حقیقتاً، این برای شو یا بازی نیست، معتقد به حقیقت همه ادیانی که دور این میز نشستند و ادیانی که اینجا نیستن هستم، و از هر حقیقتی تا اونجایی که در وجودم دانش و اطلاع هست استفاده میکنم که اون رو عرضه بکنم. اگر صحبت درباره آیین زرتشتیان بود، به همین سرعت و به همین صداقت و به همین درجه‌ای که اطلاعاتم اجازه بده صحبت می‌کردم که درباره آیین یهود یا آیین مسیحی که درباره اسلام کردم. این ارتباطی به شعبه بودن و بخش بودن نداره. این یک خورده فکر می‌کنم خارج از اندازه بود، چون بارها من این رو ذکر کردم که من، شماها وجود ندارین جاهایی که من هستم. به همین صورت وقتی که درباره دوران ساسانیان مطرح میشه و آیین زرتشت، من درباره آیین زرتشت صحبت میکنم و جدا میکنم اون دورانی که سیاست و مذهب قاطی شد از حقیقت زرتشت. به همین صورت درباره آیین یهود صحبت میکنم. این که این ارتباط به این جلسه نداره، این ارتباط به این که من شعبه ای یا دیانت بهایی شاخه یا شعبه ای با شما شعبه همه دین ها نخیر ما پی طرفدار حقیقت من منظور همین خب اگه منظورتون این بوده ایراد نداره، ما بوده به حقیقت همه این ادیان هستم، ولی سعیم تا به حال این بوده که هیچ وقت وارد این بحث ها نشم. تا فکر کردم در اینجا این یک روشنگری مفید خواهد بود. اگر فکر میکنید مفیده، من در آینده راجع به آیین‌های دیگه هم این جوانبشون رو ندارم. شما بهترین لطفی که من میتونیم بکنین از جوانب منفی دین زرتشتی که فراوان بوده اونا رو پیش بکشید. نه من علاقه‌ای به ندارم در اینجا. من دفاع میکنم، چند سوال در اینجا مطرحه. یکی این که ما میخوایم اصلا بریم زمان صدر اسلام و ببینیم ما چند تا عرب داشتیم اونجا، چند تا یهودی داشتیم. آیا این اعرابی که اونجا بودن که بت پرست بودن، چه تعدادی بت پرست بودن، چه تعدادی یهودی بودن، چه تعدادی مسیحی بودن؟ و بعد مسلمان هایی که بعد از 10 سال از اینها تولید شد، این مسلمان ها را از سوئیس آوردن یا این مسلمان ها از همونجا بودن؟
و تعداد مسلمان ها نسبت به تعداد یهودی های باقی مانده و عرب های مشرک باقی مانده، آیا این نتیجه به ما میده که حدود 90% از ترکیب اسلامی که در 10 سال اول به وجود میاد ساختمان یهودی داشته؟ یعنی 90% از مسلمانان عربی که در اون زمان بودن یهودی بودن، و همین 90% عرب یهودی با 90% عرب مشرک که مسلمان شده بودن به ایران حمله کردن. یعنی اگر ما بخوایم بعد عقب‌تر اگر بخوایم در تاریخ باز بررسی بکنیم، آیا فرهنگی که در زمان عمر بوده که یک فرهنگ استعماری بر اساس استعمار و استثمار ایران، برای اینکه در زمان عمر اولین کشور اسلامی تشکیل میشه و در واقع حجاز و مکه و مدینه که یک قبیله نشین های پراکنده بودن تشکیل حکومت میدن، یک کشوری گدای بدبخت فقیر بی هنر بی صنعت در برابر یک کشوری که ثروتمندترین کشور جهان بوده و در این حال فاسدترین کشورها هم در اون زمان شده بوده و ضعیفترین کشورها بوده، طبعا این کشور برای نجات خودش و برای دوام هستی و خودش مجبور میشه که به اون کشور حمله کنه. بهانه اینها هم اسلام بوده یا دینشون بوده یا هرچه بوده. ولی اگر واقعا ما تاریخ رو بررسی بکنیم میبینیم حمله اعراب، اعرابی که 10% عربهای مشرک بودن، 90% یهودی های عرب بودند، اینها وقتی که به ایران حمله می کنند یکیشون هم از سوئیس بود، کشور بود. یکیشون از سوئیس بود. میدون کی بود؟ اونم من بودم. نه خیر، سلمان فارسی. مقصود این که اینها که همه حمله کردن، اینها رو همه رو شما به حساب قرآن میذارین؟ در صورتی که ما فرهنگ زمان عمر رو در ایران با فرهنگ صفوی یکی میبینید، آیا اذیت و آزاری که در زمان حمله عمر به ایران شد نسبت به یهودی‌ها اصلا جای ثبت شده که اینها با یهودی‌ها چه می‌کردند؟ مقایسه بکنید که بعد در یه موقع می‌کردم مصدرگرایی نکنیم، همین پشت سر واژه عرب پنهان نشیم، همه چیز رو بگردن. امروز در دنیای ما غیر عرب‌های وجود دارن که هزار برابر از هر تبهکار اون زمان بیشتر داره جنایت می‌کنه. به طالبان نگاه کنید، به گروه طالبان در پاکستان و همینطور به مجموعه تندروهای مذهبی در افغانستان نگاه کنید. اصلا اسباب شرمساریه اینا، چه عرب نیستن که اینا خلص عربن، افغانی هم بودی خلص افغانی رو طرز فکر مدیرانشون بودی. معلمینشون عرب هستن. بله، حالا بن لادن عرب، بن لادن افغانی نیستن. بله؟ بن لادن شاهزاده عربستان سعودیه، اصل عربه. نه بن لادن نمیگم، از کدام طالبان؟ طالبان افغانستان. معلمین همه اینا عرب هستن، معلمین طالبان هم مصری هستن. چرا آخه فرهنگ یک مملکت داد اجازه بده که یه مشتی از یک گوشه دیگری از خاورمیانه بیان و اونها رو تسخیر کنه از در فرهنگی؟ حالا بحث ما همینه، بحث ما بحث ما اینه که ما باید به طور موازی خیلی هم باید هوشیارانه عمل بکنیم، ذهن حرمت به هم دیگه باید سعی بکنیم ریشه مشکلات امروز دریابیم. این مشکل این همه جنایتی که داره صورت بگیر در منطقه خاورمیانه به نام خدا بندی در کجاست؟ ما دست کم سعی بکنیم ریشه کن کنیم، ریشه رو از زمین بیرون بکشیم. کتب دینی باید نجات ضمن حرمت به هم دیگر، چون ما نمیدیم اینجا با هم کشتی بگیریم بگیم دین ما بهتره دین شما بدتره. نه خیلی، نه، همه ایرانی هن و پیرو اعتقاداتی که خب وظیفه ما احترام به اونهاست، حتی اگه قبول نداشته باشیم برمیگردیم. خب در کتاب آثار البلاد اخبار العباد آمده که در دوره حکومت طغرل در نیشابور یک شخصیتی که اهل آزادی مذهب بود خیلی اعتقاد داشت بود، یعنی ابوالقاسم قشیری، به این شهر میاد و مدتی در این شهر خیلی مردم استقبال میکنن، دلشون میخواد که استاد در همونجا بمونه، اما خبردار میشه که پیروان فرق مختلف در نیایشگاه‌های مختلف بر سر منابر به هم دشنام میدن، به هم فحش میدن. یه روز اسباب اساسی رو جمع میکنه و کاروانی اون شهر رو ترک میکنه. هوادارانش میرن دنبالش، کجا میری استاد؟ گفت در شهری که ادیان به هم فحش میدن جای من نیست، خدا حافظ. خب دنبال میکنیم برنامه رو با دوستان عزیز داشتن به هم بحث میکردن. چی میگفتی؟
آخرین سخن از کی بود؟ بلکن از مرشد گرامی جناب آقای علی رضای میبودی کمک میخوام برای جونم بفهمید. بجان به قول ما چون خوزستانی هستیم میکنم عربیمون خوبه و زیاد ما را به سیخ نکشید به خاطر کلمات عربی. اندالله خدا سرشاهده علا علا عرض کنم با صحبتهایی که ما میشنویم ماها پیش را هم این موضوع مطرح شد. یک واقعا اگر آقای میرزا آقاسی بله اسلام را که هر طوری که پرزنت کردن در عرض این مدت واقعا اسلام این باشه، من فکر میکنم همه دیانت های دنیا باید برن و مسلمان بشن، تعطیل بشه بقیه. بله اگه دیانتی این بشه که ایشون میگن اینو میفرمایید یا متحد بشن با ولی من بالاخره نفهمیدم که آقای دکتر میرزا آقاسی طرفدار اصلاح دینه بعد فرمودن نه طرف اصلاحات، در حالی که اصلاح در دین رو تایید میکردن. حالا یه موضوع خدمتتون بگم، یک گره تو دلم مونده دیگه. 6000 نفر رو در چند شب تو ایران از بین میبرن توی زندان ها، یعنی برخی حتی فصل آزادیشون رسیده بود، برخی دوره محکومیت رو میگذروندن، گذرونده بودن، تمام شده بود و رفتن خدمت رهبر انقلاب. ایشون فرمودن که روزه شکدار نگیرید، همه رو کار رو همه رو بسازید، همه رو کشت. من هنوز ندیدم یک مصلح مذهبی، یکی از کسانی طرفداران اصلاحات مذهبی است و مثل آقای سروش و بقیه خیلی هستن، کدیور، آقای ینجی و بقیه، اینا حتی یک بیانیه انتشار داده باشن در مذمت این کار. خیلی عجیبه، یعنی اینکه فرقی نمیکنه بین اون که اصلاح طلبه و اون که اصلاح طلب نیست، طرفدار اصالت. چرا من اصلاح طلب نیستم؟ نه میدونم من اصالت طلب هستم. اصالت من میگم باید ما برگردیم به قرآن و اگر اصلاحی قراره بشه، اصلاح در انحرافاتی باید بشه که نسبت به قرآن ایجاد شده. یعنی بایستی که این انحرافات و این کارهایی که زشت هست و غیر اسلامی و غیر توحیدی و غیر انسانی است، اینها بایستی همش اسخات بشه. این یعنی اصلاحات، این یعنی رفرم، این یعنی رفرم. رفرم که شما دارید میگن که راجع به اصل دین باید رفرم کرد، این برداشت رو ما میکنیم از رفرم. برای اینکه جلوی اون برداشت رو بگیریم، من عرض میکنم که نظر من از اصلاح این است که انحرافاتی که ایجاد شده باید از بین بره، خود به خود برگشت به اصل دین، در خودش همون اصل اصلاحی رو که مورد نظر حضرت عالی تامین آقای دکتر بیات. من با اینکه چیزی که میخوام عرض کنم هنوز ارتباط به این مطلب داره، ولی خب یک مقدار بود دیگه ای هم داره و اون غالبا این سوال مطرح میشه که چطور میشه که یک ملتی تا این اندازه گمراه میشه و به راه بیراهه برده میشه، دنی میشه. بله واقعا اینطوری و خیلی از ملل خاورمیانه به این راه ها رفتن. بله شما بله نمونه هاش رو عرض کردیم، لزوم به ذکر نداره ظاهرن از و البته همه چه هم معتقد هستن که این تقصیر دیگرانه. غالب مردم ما ازشون بپرسین همه میگن تقصیر اینه، تقصیر امپریالیست، صهیونیست. هیچ کس مسئولیت شخصی خودش رو قبول نمی کنه، چون اگر بخوان قبول کنن باید در راهش اگر لازم شد جان بدن، حقیقت باشه. ظاهرن از وینستون چرچیل، اون مرد پیر سیاست انگلیس، سوال کردن که شما همه دنیا رو رفتین مستعمره کردین، چرا زورتون به این ایرلندیای کشور کوچولو ایرلند که کنار جزیرتون هم هست و جزیرت نشین؟ ظاهرا ایشون گفتن که برای اینکه هر جایی رو شما بتونید مورد نفوذ قرار بدید، حالا چه مستعمره بکنید و غیره، شما به دو چیز نیازمند هستید، یک اکثریت نادان و یک اقلیت تحصیل کرده خائن ناپاک. بله درست. و بعد گفته بود که در ایرلند ما هیچ کدوم از اینا رو نداریم، اکثریت بی سواد نیستن، شعور دارن، فهم دارن، فکر خودشون رو به کار میبرن و اون روشن فکرهاشون هم به هیچ عنوان حاضر نیستن با ما کنار بیان. به هر حال این یک چیزی هست که میتونیم توی قدم‌های مختلف تاریخمون بهش نگاه بکنیم و ببینیم که همیشه وقتی که ما افتادیم اکثریت ما متاسفانه دنبال رو بودن و اون روشنفکرامون همیشه فریب خوردن، بعدها گفتن فریب خوردن، اون موقع خیلی هم همیشه روش دو آتشه بودن. و بازم من به این موضوع برمیگردم
هیچ راهی ما نداریم جز فرهنگ و آموزش و که یک واژه از دوست عزیزم انوشیروانی قرض بکنم در اینجا، راه خرد. هیچ راهی نداریم جز خرد. راه آینده ای ما فقط و فقط هر کسی برای خودش مستقلا تحقیق کنه، فکر بکنه و بعد شهامت و شجاعت اخلاقی رو داشته باشه که پای اون نتیجه ای که میرسه وایسته هرچه هست و به هر کجا که ببره. کاملا درست. آقای دکتر سپیان، شما بارا تاکید کردید که حافظ گرایشات مسیحی داشت، عیسوی بوده حتی یه بارم گفتید. میخوام ببینم در زمان حافظ کلیسا در شیراز بوده یا نه؟ فراوان بوده واقعا؟ بله قربان، بله. ما در تمام دوران از 50 میلادی در شیراز اتفاقا خب داشتیم. 50 میلادی یعنی 20 50 یعنی 2000 سال پیش. بله در خود شیراز کلیسا داشتیم که یکی از حواریون مسیح، همون کلیسای فعلی شمعون غیور به اسم شاگرد مسیحه که در شیراز کلیسا داشت. و ما مرتب از زمان اشکانیان و البته من دست پر رو بردم حضورتون، زمان اشکانیان شاپور اول ساسانی جانشین اردشیر بابکان در سال 226 از کن 240 همسرش ملکه ایران مسیحی شد. ببینید چقدر زودتر از کشورهایی که دیانت مسیح را به عنوان دیانت رسمی قبول کردند. خانم ملکه را تبدیل کردن به معرف. ما الان در سالهای 240 هستیم، 240 میلادی، 245 میلادی. ایشون رفتن در مرو یک کلیسای بزرگی ساختن که اسقف نشین شد در شهر مرو. در شهر مرو که جز متصرفات ایران شد اسقف نشین مرو. اسقف نشین مرو، اولین اسقف نشین اون کلیسا به دست این خانومی که ملکه ایران بود، همسر. عجب. حالا ما صحبت ها رو از نظر کلیسا داریم عرض میکنیم. برمیگردیم میایم به زمان یزدگرد اول. یزدگرد اول یک بیماری پیدا میکنه که یک اسقفی به نام ماروتا میاد برای درمانش. از کجا میاد؟ از خود پایتخت. یونانیست یونانی. یا یونانیست یا آشوریست، چون از ادسا اومده. ادسا همون موقع همون ارفای کنونیست. اون ادسا همین ارفای کنونیست. ادسا یعنی بندر ادسا. ادسا که مال روسیه است. یکیش مال شوروی. ادسا بندر هم است. بله. یعنی کنار آب. اون مال شوروی. مال شوروی. یه دونه هم در کنار شهر میدلند وسط تگزاس بوده. خب بعدا این آقا اشکا در تگزاس هم داری؟ بله بله. کنار میدلند شهر بوده. بله خب بعد میفرمودی این آقا اشکاف بود و عرض کنم کلیسایی هم، کلیساهای زیادی در زمان یزدگرد اول 399 تا 420 میلادی. ببینید خیلی میره جلو. و اینجا دو کلمه براتون میخوانم. عرض کنم داستان اینطور است که در زمان شاهپور اول که اونو عرض کردیم مال خواهرشونم، یکی هم یه آقایی بود که میره یک کلیسای درست میکنه، آذرفرنبغ. بله آذرفرنبغ. کلیسا درست میکنه و دیگری خسرو پرویز که دو تا ملکه مسیحی داره و اسم کلیساها، یکی کلیسای سرگیوس مقدس، یکی کلیسای حضرت مریم. یعنی در مدائن. در مدائن بله. سرکیه تیسفون وی اردشی. بله بله. لذا ما در کلیسا بیش از همه جا ما و زودتر از همه جا در ایران، در ایران زمین، یعنی قوم پارس اون موقع که ایران نمی گفتن. چرا؟ چون در یهودیه که مسیح موعظه می کرد در کلیسا موعظه نمی کرد، در کنیسه موعظه می کرد. درست. در هر شهری که می رفت، کفرناهم، عرض کنم ناصره، اورشلیم و غیره. منتها کلیسای به عنوان ساختمان گنبددار را ایرانی ها خلق کرد. نه خیر، ارمن ها. بله. و حتی در دوره ساسانی بود دیگه. بله. یعنی معماری دوره بله. ساسانی بله. گنبد اصلا بله. در اون زمان بود. بله. اون وقت داستان این است که وقتی که دو تا مهندس یونانی
این بزرگترین کلیسای زمان را که باشه ایا صوفیه در کنستانتینوپل یا اسلامبال کنونی درست کردن، این هر کاری این مهندس ها می کردن، بالاخره این گنبد یا ترک ور می داشت یا ریزش می کرد، تا اینکه یک معمار ارمنی آوردن به نام تیرداد اون رو درست کرد و تا حالا برجاست، یعنی هزار فرده ایست. تشکر. خب بریم به سراغ آقای بیات. 5 دقیقه آقای بیات سراپا گوشیم. آقای بیات خیلی متشکرم. من فکر کردم که 5 دقیقه من پایان پیدا کردم. نه اون که بحث بود داره اضافه رفتی داری. خب به هر حال پوزش می طلبم. خواهش کنم. بفرمایید. دوستان عزیزم، من 5 دقیقه امروز رو با اجازه شما میخوام خصوصا درباره حضرت بهاءالله صحبت کنم و قصدم دادن یه مقدار اطلاعات اساسی به بینندگان و شنوندگان این برنامه هست، چون گاهگاهی نمیدونن چی هست. در گذشته من راجع به سید علی محمد باب، حضرت باب صحبت کردم، امروز راجع به حضرت بهاءالله. اسم ایشون میرزا حسین علی هست، لقب ایشون بهاءالله هست و ایشون در 12 نوامبر 1817 در تهران به دنیا آمدند. 1817 یعنی 2 سال قبل از به دنیا آمدن حضرت باب. یعنی درست 195 سال پیش. بله تقریبا. بله 195. 1817. پدرشون اسمش بود میرزا عباس نوری و به دلیل خط خوشی که داشتند و کمالات فراوانی که داشتند، فتحعلی شاه قاجار یک بار میخواد ببینه آیا کسی هست که میتونه خطاطی رو اونچنون که در گذشته سابقه داشته و رواج داشته به اون صورت داشته باشه. در بارگاهش میگن که بله یک نفر هست از اهل نور، اسمش عباسه، عباس نوری هست و ایشون میخواد و اونقدر از این خط زیبای ایشون لذت میبره که لقب میرزا رو بهشون میده. پس میرزا لقبی هست که فتحعلی شاه میده و ایشون بعد از اون هم مدتی وزیر پسر فتحعلی شاه که اسمش امام وردی خان بوده میشه. در نتیجه ایشون بلافاصله وارد خانواده حکومتی ایران میشند و به این دلیل با بسیاری از صاحب منصبان دوره قاجار نزدیک میشن، حتی با گروهی از اینها مستقیما یا غیر مستقیم وصلت هم داشتند. نسبت خطاطان خیلی مهم بودن اون بله، زمان بله. یعنی ارتباط دائمی و یومی داشتن با پادشاه. بله. شاپریان نبوده که بله. شاه هر چی میگفته اینها ناچار بودن که بنویسن. در واقع خیلی نزدیک میشدن بهش. بله. میبینیم که برادر ناتنی ایشون که اسمش آقا محمد حسن بود با دختر میرزا خان نوری که مثلا وزیر ناصرالدین شاه بود ازدواج کرده بود. چیزای زیاد دیگه، مثلا خواهر ایشون با میرزا مجید آهی که منشی سفارت روس بود ازدواج کرده بود. اینی که خانواده‌های سلطنتی اون موقع، این خانواده‌های حکومتی همه با هم یک نوع از فامیلی رو پیدا می‌کردن. اهمیت این هست که این نسبت‌ها رو ببینیم، که ببینیم وقتی که به مشکلاتشون برخورد کردن چرا ایشون رو تبعیدشون کردن به جایی که بکشن ایشون. برام ایشون ریشه درباری داشت. ایشون ریشه درباری پیدا کردن. بعد از اینکه پدر فوت می‌کنند، بله، میرزا طی‌خان امیرکبیر مستقیما از ایشون می‌خواد که بیان و مقام بگیرن، مقام پدر رو، ولی خودشون هم میدونستن که ایشون نمیخواهند چنین چیزی و نپذیرفتند. تا اتفاق میفته، تا اینکه پیدایش آیین بابی اتفاق میفته. حضرت بهاءالله یکی از اولین کسانی هستند که بعد از پیروان اولیه باب این آیین رو پذیرفتند. در چند سالگی؟ اون موقع ایشون 27 سال شد. بله. بله بله، در 27 سالگی پیام حضرت باب توسط اولین مؤمن به باب، ملا حسین بشرویی که خودش یکی از طلبه های اون دوره بود و بسیار صاحب مقام بود، بسیار فرد دانایی بود، به ایشون میرسه و ایشون از همون موقع به حمایت از این آیین شروع میکنه و به این دلیل با تمام امکاناتی که داشت، ثروت و مکنت و نام و نشانی که داشت، همه رو در این راه میگذاره. با موفقیت یا بله با موفقیت های فراوانی هم حاصل میشه، چرا که عده زیادی به دلیل فضل و کمالاتی هم که ایشون داشتند میان حرف ایشون رو گوش میکنند و این آیین رو میپذیرند. و میدونین حرکت بابیه، آیین حضرت باب وقتی به ایران آمد، واقعا مثل شعله همه جای ایران رو گرفت. گروه کثیری به این آیین گرویدند
منتها وقتی که کشتارهای وحشیانه دوران ناصرالدین شاه شروع شد، اون موقع هست که میبینیم خب یک عده‌ای به خاطر حفظ جانشون کنار کشیدن، وگرنه فوق العاده در ایران وسعت پیدا کرد. در کدام موقع بیشتر؟ در همه جای ایران بود، شهرهای متعدد مثل زنجان، کرمان، کاشان، خود تهران، شیراز، اصفهان، نجف آباد، هر شهری که شما می رفتین عده کثیری به این آیین گرویده بودند و قسمت اعظمشون هم از طلبه ها بودند به آیین باب گرویده بودند. بله، اکثرا طلبه یا پیروان این مساجد بودند، تا اینکه واقعی تیراندازی به ناصرالدین شاه پیش میاد. یعنی دو تا از جوانهای بابی به این فکر می افتند که دلیل اینکه ناصرالدین شاه چنین کشتاری رو انجام داده، باید خود ناصرالدین شاه رو از بین برد، این بود که به ناصرالدین شاه تیراندازی میکنن و این تیراندازی سبب میشه که بقیه بابی های بیچاره همه گیر بیفتن، عده کثیری کشته بشن. صحبت از شاید بیش از یک دقیقه داریم، بله، صحبت از بیش از 20,000 نفر هست که کشته شد. این بود که دولت حضرت بهاءالله رو که اون موقع مهمان نخست وزیر وقت بودن، هم موقعی که این اتفاق افتاده، از منزل ایشون میان میگیرن و ایشون رو، یعنی خودشون میان به ارتش و ایشون میگیرنشون، میبرنشون، 4 ماه در زندان ایشون رو گذاشتند و بالاخره وقتی بیگناهی ایشون ثابت شد، ایشون رو تبعید به بغداد کردند. من تا همینجا وای میستم. بهانه توطئه ترور بود. بله، بهانه توطئه ترور بود. بله، ترور ناصرالدین شاه. اگر اون بهانه رو که توطئه بوده خود، یعنی نه خیر، توطئه‌ای نبود. البته باید بگم که دربار زیاد راضی نبودن از حضرت بهاءالله، چرا که داشت از آیین حمایت میکرد که اونها فکر میکردن این فرد خیانت کرده به خانواده، خاندان حکومتی، چرا که این از خود اونهاست ولی بلند شده و از آیین حمایت میکنه که سیاست رسمی دولت و میرزا طی خان بعدها این بود که، یعنی اینو از بین ببرن. این بود که وقتی هم این اتفاق تیراندازی پیش شد، بهانه شد که ایشونو اول خواستن بکشن، بعد تبعیدشون کردن به بغداد. انشاءالله در آینده من اصلا خیلی تشکر ممنونم، این چقدر اطلاعات میگیریم فوق‌العاده از همه یه دوستان. برمیگردیم همین الان. اجازه شما بدی ساختمان هم با آدم های بی سواد میشه. الان آقای خمینی سواد نداشت، اصلا هیچی بلد نبود آقای خمینی، به گاو میگفته فلان، اصلا از گاو هم گاوتر بوده. این آدم میاد و طبقه این مثل من و شما رو اسیر دست خودش میکنه. برنامهش مناظره بود دکتر جعفری و نمایش، اون برای ما سرنوشت تعیین میکنه. دوستان عزیز، متوجه شدید دوستان دارن با هم بحث میکنن، یعنی بحث کماکان ده. یه نفرم غایبه. دکتر سپیان کجایی؟ آقای دکتر سپیان، از سپیان پرسیدم که آدرس کلیسای زمان حافظ رو بده. گفت نزدیک مسجد نو بوده اون کلیسا. حالا به هر حال باید ببینیم که آید واقعا در دوره حافظ ما کلیسا در شیراز داشتیم یا نداشتیم. ولی در دوره سعدی آزادی مذهبی مخصوصا چون حکومت در دست آبش خاتون بود که مغل بود، فوق‌العاده بوده، خیلی چقدر به سعدی احترام می‌گذاشتن و چه محیط امنی درست کرده بوده در شیراز. گاه بیگانگان در مملکت ما خیلی بیشتر برای ما امنیت ایجاد کردن تا خودی‌ها. و نگاه کنید در اون دوره دست کم شخصیتی مثل سعدی امکان زندگی داشته، حق حیات داشته، آثارش رو منتشر میکرده. نگاه کنید به امروز روز در میهن و سرزمین ما که گاه ایرانی ها با ایرانی ها چه میکنن، یا افغان ها با افغان ها، یا عراقی ها با عراقی ها، یا در سوریه یک حکومت با مردمان خودش، با اتباع خودش، بعد سرمایه گذاری میکنه شرکت هایی مثل بل پاتینگر، یکی از مهمترین شرکت های تبلیغاتی در انگلیس، برای اینکه چهره خانواده بشار اسد رو جراحی پلاستیک کنن. چهره شخصیتشون منظورمه، نه چهره ظاهریشون رو، چهرهشون رو ترمیم بکنن. با این همه جنایت فکر میکنید چی میره مصاحبه میکنه با او؟ باربارا والترز، یعنی ملکه گفت و شنود تلویزیونی در ایالات متحده آمریکا با 83-84 سال سن. آقای احمدی نژاد میاد اینجا، کی بهش مصاحبه میکنه؟ آقای لاری کینگ در سی ان ان. یعنی میخوام خدمتتون بگم آقا گاو دنیای متمدن خیلی گناهش بیشتره، بس
بسیار گناهش بیشتری. الان این موج مسجد سازی در جهان غرب، میگن برخی اصحاب قدرت پشت این هستن برای دامن بزنن به اسلام فوبیا. بگذارید هر چی میخوان مسجد بسازن. چند تا مسجد داریم الان تو در آمریکا؟ الان تعداد مساجد از 500 مسجد تجاوز کرده. ولی نکته قابل تأسف اینه که در ایران شنیدم که 24,000 امامزاده جدید پیدا کردند. عجب. و هر کدام از این امامزاده ها 5-6 نفر کارمند و استاف و اینها میخواد که خودمون هم یه مقداری ممکنه به رشد اقتصادی کمک بکنه، از نظر اینکه کارمند جدید استخدام میکنن و خب مالیات بیشتری هم میگیرن. ما 3 مسجد بزرگ در دنیای اسلام داریم که از همه این مساجد مهمترن. البته یه مقداری هم امامزاده های سیار ما داریم که اینها میگردن در جاهایی که مردم نمیتونن راه دور برن و در اونجا زیارت میکنن و نذر و نیاز رو هم از طریق اینترنت میپردازن و دعا و اینها رو هم از طریق اینترنت دریافت میکنن. در راه جاده قزوین مردم که میرن کنار جاده هم نمیدونن تابلو رو برداشتن، یک زمین افتادی، زمینی که چیزی هم توش نبوده، تابلو زده بودن به زودی در اینجایی که امامزاده افتتاح میشن. یکی از مساجد خیلی مهم مسجد الحرامه. بله. بسیار مهمه در اسلام که خانه کعبه در اونجا واقع شده. یکی مسجد اقصا هست و مهمترین مسجد سیاسی دنیا مسجد جمکران هست در حال حاضر که به صورت مرکز تعیین سیاسی، من فکر میکنم که بزرگترین مرکز سیاسی دنیا همین مسجد جمکران. به نظرم خیلی سیاسی الاقصا، اونم خیلی سیاسی، اون هم هست. ولی میخواستم ظرف یک دقیقه که فرصتم نیست عرض کنم که بزرگان اسلام که اسلام قرآنی رو شناسایی کرده بودند، مثل شیخ فریدالدین عطار، نگرش دیگری به مسجد و معبد و عبادتگاه دارند و اینها فکر میکنن که شما اگر پلوی دوست خدا بنشینید به زیارت خدا رفتید، شما پلوی دوست هر کس که بنشینید اگر اون از این دنیا رفته باشه شما به زیارت اون رفتین. و در داستان پرندگانش که منطق و تیرش که ذکر میکنه دقیقا به همین نکته اشاره میکنه که مرغان برای زیارت کعبه، اصلا داستان منطق و تیر در واقع یک داستان تشبیهی و تمثیلی زیارت حج هست که به اون ترتیبی که گیر هم نیفته به اون ترتیب بیان میکنه که واقعا زیارت سنگ و آجر و سیمان در منطق هیچ کس پذیرفته نیست. اگر کسی خدا رو دوست داره باید با دوستان خدا معاشرت بکنه، همونطوری که مرغان نهایت امر به جایی رسیدن که وقتی در آینه کوه قله قاف هم دیگر نگاه کردن دیدن که اون سیمرغی که دنبالش میگشتن سیمرغی بوده که در آینه تصویرشون دیده میشده، خودشون بودن. خب از این نظر برنامه در اختیار شما هموطنان عزیزم، میتونید تماس بگیرید. فقط تمنا میکنم کوتاه و مفید و مختصر ادای مقصود بفرمایید. برم این نفر رو خط ببینم چی میگه. خب اینقدر شده. شماره 818 لطفا شماره رادیو رو نگیرید تا 818 این شماره رو بگیرید. 881-5330 کوتاه مفید و مختصر ادای مقصود بفرمایید. درود بر شما بفرمایید. درود بر شما بفرمایید. درود بر شما بفرمایید. الو بفرمایید خانم، بفرمایید. سلام آقای میبودی. سلام عزیزم، بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما. من یه سوال از آقای بیات داشتم. بفرمایید. خواستم بپرسم آیا آیین بابی همون ازلیه یا نه، یا این دوتا با هم فرق دارن؟ آقای دکتر بیات بفرمایید. چشم. این بانوی گرامی، ازل برادر ناتنی حضرت بهاءالله بود و خیلی کوچک بود، خیلی جوان بود، شاید 17-18 سال بیشتر نداشت. قرار بر این بود که چون میرزا حسین علی حضرت بهاءالله جانشون در خطر بود، برادر کوچکتر رو به عنوان رهبر بابیه اعلام بکنند که جان ایشان در خطر نباشه. و به همین دلیل هم وقتی که در زندانشون کردن، چون عنوان رهبریت نداشتن، ایشون رو تبعیدشون کردن.
ازل این لقبی هست بهش دادن، اسمش بود میرزا یحیی. ازل معادل حروف ابجدی لغت واژه یحیی هست. بعدها وقتی که حضرت بهاءالله اعلام کردند که معبود آیین بیان هم هستند، موعود آیین بیان هم هستند، میرزا یحیی با اقوای یک فرد دیگه‌ای که یک معممی بود که به این آیین گرویده بود، انکار کرد و این وعده رو نپذیرفت. در نتیجه در همون ابتدای این امر در بین بابیه این شکاف پیدا شد که عده‌ای دنبال یحیی رفتند، ولی اکثریت اونها بالاخره پیام حضرت بهاءالله رو پذیرفتند و بعدها خودشون رو بابی نامیدند. البته هنوز هم عده‌ای قلیلی هستند، عده‌ای کمی هستند که از پیروان میرزا یحیی هستند، ولی این خود اون هم یک انشعابی در حرکت بابیه بوده. تشکر. درود بر شما. بفرمایید. الو. بفرمایید. سلام کردم آقای فاضلی. سلام والا. بفرمایید خانم. سوالم از آقای آقاچی. ایشون میفرمایند در دین قرآنی، من خودم مسلمان هستم، شیعه هستم، خیلی هم احترام به حضرت محمد میذارم همونطوری که به فردوسی و کوروش میذارم، ولی سوال من اینه، من هر وقت قرآن رو میخونم، آدم تحصیل کرده هم هستم، نفر کنن که نگه، واقعا با مشکل مواجه میشم، من چیزاشون رو نمیفهمم، برخلاف مغزمه. اینه که اگر واقعا اینا میخوان قرآن رو، چرا قرآن به این زبونی گفته نشده که ما هم بتونیم بفهمیم؟ ما که همه نمیتونیم مثل آقای آقاسی تمام وقتمون رو بذاریم قرآن رو بفهمیم. مشکل من اینه با قرآن. بعضا نه با دین مخالفم، نه با خدا مخالفم، با قرآن مخالف نیستم، ولی نمیفهمم قرآنو، واقعا با عقل من جور در میاد از مطالبش. این حیات ممنون است. تشکر میکنم. ممنون. از ممنونم. چاپ قرآن به زبان فارسی در ایران ممنوع شد. چاپ قرآن به زبان فارسی یا چاپ قرآن به زبان نستعلیق، به خط نستعلیق، به دبیره نستعلیق. دلیلشون هم اینه که میگن اعراب عصبانی میشن اگر ما قرآن رو به خط نستعلیق بدیم. چرا؟ پاسخ ایشون خیلی کوتاه. خود قرآن میگوید، من از زبان قرآن جواب ایشون رو میدم، میگوید که هر کسی که صداقت و تقوا داشته باشه، این قرآن برای او راهنمایی خوب میکنه و همه ما اشکالمون نداشتن تقوا و نداشتن صداقت، اگر اونها رو داشته باشیم، به خصوص برای ما ایرانی ها که 90% از قرآن رو با اطلاعات زبان فارسی درک میکنیم، شاید 10% از لغات قرآنی باقی میمونه که ما نمیفهمیم، ولی بقیهش رو فارسی زبان ها هم میفهمن. فکر میکنم که اگر که ما صداقت و تقوا داشته باشیم، اشکالی در فهم قرآن نخواهیم داشت. بریم رو خط دیگری. درود بر. بنابراین تمام کسانی که غیر مسلمانن فاقد تقوا هستند. کسانی که غیر مسلمانن ضد مسلمان نیستند و اسلام هم غیر مسلمان رو قبول داره به عنوان اهل کتاب و به عنوان برادران دینی و اونها هیچ نوع تضادی با اسلام نمیدونم. ندارن از دید قرآن. خب این روی قرآن... که این کشیش که در ایران الان دستگیر شده، زیادی کشته شدن، چرا شما یه بیانیه ندادی آقای میرزا قاسی؟ ما بیانیه چندین بیانیه من دادم، ولی بیانیه های من از حد اینترنت خصوصی که دارم تجاوز نمی‌کنه. یواشکی دارید. نه خیر، مال من ارزش نداره. من جزء مشاهیر نیستم که. مال تو برنامه شما کم کم داریم مشهور میشیم. واقعا برخی هستن این روزها با حرکت میکنن، ولی با چراغ خاموش. حقم داره. آقای میبودی، حرکت با چراغ خاموش. وقتی پیغمبر ما زن مسیحی داشته، چطور مسیحی میتونه مرتد باشه؟ چطور مسیحی میتونه که سرش بریده بشه؟ اسم همسر مسیح پیامبر چی؟ ماریه. اهل کجا بودن؟ مصر. اهل مصر. ما چه اسلامی رو تعقیب میکنیم؟ ما نه سنت سرمون میشه، نه شیوه سرمون میشه، نه قرآن سرمون میشه. ما کجا داریم میریم؟ درود به شما. بفرمایید. درود به جناب آقای میلودی. قربان شما، در خدمتتون. بفرمایید. من از آقای میزاقسی میخواستم بپرسم این سوره حمد بارهاست برای من مشکل شده. یک خدا که حرف خداست، اگر این قرآن حرف محمد نیست، یک شخص از خدا این تقاضا را میکنه. خدا به خودش میگه الحمدلله رب العالمین، از تو یاری میجوییم. اینه مشکل من. و
این سوره هم نشون میده کار حرف خدا نیست، حرف یک محمد ماننده که از خدا خواسته تو را میزرسیم و از تو یاری میجوییم، خدا به خودش نمیگه. تشکر، ممنونم. در ادبیات عرب و همینطور در ادبیات فارسی شرط ادب این است که برای دوم شخص مفرد یا جمع از سوم شخص مفرد یا جمع استفاده میکنند و کمتر کسی رو به عنوان مخاطب مقابل قرار میدن. و بعد هم خود پیامبر بهتر میدونسته یا شما؟ خود پیامبر میگه این مال خداست، شما از طرف پیغمبر وکیل شدید میگید نه خیر این مال خودش بوده. درود بر شما، فرمایید. الو، درود بر شما. سلام. سلام عزیزم، بفرمایید. با من هستین؟ بله، با شما نازنین، بفرمایید. من چند سوال از آقای میرزا آقاسی دارم، لطفا به من جواب بدن. بفرمایید. من سه بار قرآن رو از اول تا آخر خواندم و با ترجمه های متفاوت هفت قرآن رو مقایسه کردم، دو قرآن به زبان انگلیسی و پنج تا به فارسی. سوال اول، سوره بقره آیه 253، مردم بر سر اختلاف دین با هم می جنگند، اگر خدا می خواست با هم نمی جنگیدند. سوره نساء آیه 3، با زنانی که برای شما خوب هستند ازدواج کنید. 2 یا 3 یا 4، اگر می ترسید بی عدالتی کنید به یک زن و یا کنیزانتان اکتفا کنید. آیا در اسلام کنیز احساس ندارد و بی عدالتی در مورد اونا اشکالی نداره؟ سوره نساء آیه 15، اگر زنان کار بد کنند تا آخر عمر در خانه نگه دارید. سوال، اگر مردان کار بد کنند زنان باید چه کار کنند؟ سوره نساء آیه 25، اگر پول نداشتید زن آزاد بگیرید، زن کنیز بگیرید، و اگر کنیز زنا کند عذابش نصف زن آزاد است. چرا؟ سوره نساء آیه 34، مردان را بر زنان برتری داریم به خاطر نفقه، اگه زنان پول نفقه یعنی خرج مردان بدن پس بر مردان برتری دارن. سوره نساء آیه 12، اگر زن بمیرد و بچه نداشته باشد نصف ارث به مرد میرسد، اگر مرد بمیرد و بچه نداشته باشد 1/4 ارث به زن میرسد. چرا؟ سوره احزاب آیه خب این بقیهش دفعه دیگه بدید. حالا خیلی طولانی شد. کوشش خود را داشته باشند که شناخته نشوند. آقای میرزا آقاسی میگویند در زمان جنگ بوده. سوال، چرا به مردان نگفته سر و صورت خود را بپوشانند که شناخته نشوند؟ تشکر، خواهش می‌کنم توجه بفرمایید. فکر میکنم قبول بفهمید که سوالا خیلی زیاده، وقت هم خیلی کمه. همه هموطنان بقیه رو بذارید دفعات بعد. فکر سوالای جالب جوابش هم دفعه بعد. نه دفعه بالا خیلی جواب دو سه تا چه دفعه کنم خیلی کوتاه جوابشون رو میدم. نمیتونم که به 11 موردی که سوال کردن تک تک جواب بدم، ولی میتونم بهشون بگم که هر جا که در قرآن خواست خدا مطرح میشه، منظور نظام و قانون هستی و ساختار دستگاه آفرینش هست. و شرح و توضیحش هم زیاده که شاید ما متجاوز از 900 ساعت برنامه ضبط شده ویدیویی داریم که در همین موارد صحبت شده. 900 ساعت و این مباحث خیلی طولانی گفته شده، ولی مطمئن باشید که همه اینها پاسخ داره. ما در اسلام کنیز نداریم، یعنی بردهداری نیست، به هیچ عنوان ما در اسلام بردهداری نداریم. حق زنان برده نیمی از حق زنان اون چیزی که ما ترجمه کردیم ما امثال من به اینی که این کنیز معنی میده ملکت ایمانکم، یعنی چیزهایی رو که دست راست شما، دست راست شما یعنی چیزی که توجیه میشه، یعنی چیزی که قانونیه و الا دست چپ و راست نداره. اصطلاحات زبان رو باید همونطور که هست ترجمه کرد. چیزی که دست راست شما در اختیار داره یعنی کسانی که تحت قیمومت و حضانت و نگهداری شما هستن، میتونن زندانی شما باشن، میتونن تحت حفاظت شما باشن، ولی شما روی اونها قدرت دارید. میگوید با اینها هم میتوانید شما ازدواج بکنید و اگر کسانی که شما روی اونها قدرت دارید مرتکب خلاف شدن، جرمی که اینها باید تحمل بکنن یا مجازاتی که باید تحمل بکنن نصف زنانی است که شما بر اونها همون قدرت رو ندارید. ببینید وقتی انسانی بر انسانی تملک داره یا تسلط داره یا نسبت به انسانی صاحب قدرته، تملک نیست. خب شما یعنی بردهداری؟ نه، شما میتونید که زندانی داشته باشید، شما میتونید اسیر داشته باشید دیگه. بعد همه اینها
در اختیار شما هستن. نه میگوید که شما میتوانید که با زندانی خود ازدواج کنید. ما واژه ازدواج رو که یه واژه حقوقی هست باید بگیریم و ببینیم که ازدواج چه شرایطی داره. شما اگر میخواید با یکی ازدواج بکنید، ازدواج با تجاوز به حدود یک آدم تفاوت میکنه و ازدواج بالاترین شرافتی است که به یک آدم داده میشه. اینو نباید به عنوان تشکر. آخرین تلفن. درود بر شما، بفرمایید. حب شد واقعا که اون قرآن آقای آقاسی رفت کشتی تایتانیک رفت زیر آب و یعنی یک نسخهش رو تقدیم شما میکرد. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما آقای میبودی. قربان شد. درود بر شما. امروز همه خانوما حمله بود. دو تا سال، چند تا سال، یه سال از آقای بفهمید، اصلا اون کسی که اسلام رو تبلیغ میکنه، آقای دکتر حمید میرزا آقاسی. سال اول هم این بودش که آیا شما این اسلامی که ایشون دارن توضیح میدن همه اسلامی نیستش که در منطقه شمال کالیفرنیا به عنوان قرآن قرمز و اینا با دامن خانواشون با دامن و با لاش میتونن نماز بخونن؟ و از آقای بهایی هم این سوال داشتم. من اولی که در امریکا مشکل گرین کارت داشتم و ناچار بودم که مثلا من بهایی بشم و اینا خیلی آدم های سختگیری هستن، ما مسلمان ها بستن و همون مسئله ترد کردن و همون مسئله که ما مسلمان ها داریم اینا هم دارن. حالا ایشون با اون لبخند زیباش رو یه مرد برای فلت اندازن. خب آقای من در سن حوزه ایشون اشاره فرمودن که خانم ها با دامن نماز میخونن و اشاره کردن به یکی از کلاس های قرآن من در سن حوزه که من اونجا تدریس میکنم. اتفاقا یک کسی یک جایی من رفته بودم، یک آخوندی هم همراه ما بود مثل همین خانم، گفتن که شما رو این فرشی که نماز میخونید این عکس لیلی مجنون هست و این داره به اون عرق میده میخوره و نمازتون باطله. گفتم والله من 14-15 سالی که به این خونه میام و روی این فرش نماز میخونم و تا به حال این رو من ندیده بودم که تو دیدی. واقعا چقدر چشم تو هیز و بی حیاست که چیزهایی که مربوط به تو نیست میبینی. حالا من به هیچ عنوان در 25 سال گذشته که به سن حوزه میرفتم و با این خانم ها در نماز جماعت شرکت میکردم، این اولین باری است که من میشنوم که اینها چی تنشون بوده. من اسلام قرمز داریم فرمودید؟ اسلام قرمز؟ نه، فرمودن که دامن تن خانم ها کردن موقع نماز خوندن. خب عرض کردم که من ندیدم تا به حال، یا اگر دیدم متوجه نشدم، ولی چشم این مرتبه به جای نماز خوندن به دامن خانم ها نگاه میکنم، اگه ببینم لباسشون چطوره برای شما تعریف خواهم. شما تون اشکالی نداره آقای میرزا آقاسی. این بانوی گرامی، خیلی متشکرم از سوالی که کردید. خوبه گاه گاهی سوالها خارج از جناب حمید میرزا آقاسی هم باشه. ولی خب ای بانوی عزیز، شما پاسخ خودتون رو دادید. شما گفتید به دلیل اینکه میخواستید بیاید گرین کارت بگیرید، میخواستید از بهایی بودن سوء استفاده بکنید. خب اگر پاسخ خودتون همین هست، میگه تخییری هم کرده. بله، قبول نکرد. ما هر کس که اومد گفت من بهایی هستم که نمیشه، باید حقیقتی در کارش باشه، معتقد باشه. اگه بیاد بگه من خیر من میخوام بیام بهایی بشم چون میخوام گرین کارت بگیرم، خب اگر جامعه بهایی یک چنین آدمهایی باشه، بله اون وقت دوباره تبدیل به یه جامعه مثل شما میشه. خب بانوی گرامی انصاف داشته باشین، شما حرفی که میزنین آخه این کار غلطی نیست که بهایی ها میگن اگر میخواید بهایی بشید باید لاقل بپذیرید این آیه چیه، اصولش چیه، حقایق مسیحیت هم اینه. یعنی هستن کسانی که بیان به بهانه بهایی به خاطر پناهندگی مسیحی بشن. بله هستن. بله بله فراوان. و شما قبول میکنی؟ والا بنده که گرین کارت نمیدم. عرض کنم اون خانم یه سوالی هم از من کردن. چی گفتن؟ چون گفتن از آقایی سوال میکنم که اسلام را دارن، بشارت بنده گفتم که همه بیان مسلمان بشن. البته اون یه جواب دیگه هم دارد این سوال. بله بله. اگر گفتیم اگر مسلمانی از این است که جناب دکتر حمید خان دارد، باید همه ادیان برن مسلمان بشن، پس چگونه است که در این عصر افشاگری و حقیقت توی قرن 21 چرا بیت دوبا میشه نخوندی؟ چشم وقت نبود درست کنم. در روز زادروز ایزد مهر که دنیا تمام خواهد شد، چرا بیش از هر دینی حالا اینقدر از اسلام خروج میکنن؟ خروج میکنن واقعا در هر کشوری، تونس، مصر، افغانستان، پاکستان، ایران، اندونزی،
میترسن از مسیحیت پناه میبرن. خب همین الان نمره چند میده آقای دکتر بایمیان؟ بحث فوق العاده خوبی بود و فکر میکنم که نمره خیلی عالی داره. چه حدوده؟ از 15 تا 20 چقدر بود؟ آدم به 17-18 هست. 17-18 آقای عزیز، من به خودم نمره پایینی میدم چون امروز با همه به نظر میاد سرشاخ شدم، ولی به دیگر دوستان واقعا با این پرمغزی، با این دست پر میان اینجا گفتگو میکنن، خیلی چیز میآموزن. در آموزگاری نمره چند میدید؟ از 15 به 20 20 بله از در آموزگاری. آقای دکتر جوزف ملیک چوسپیان. بله، به نکته سنجی دانشمند گرامی دکتر اردشیر انوشیروانی 20 بله و به دوراندیشی و کاردانی و پایداری حضرت عالی اعلی. یعنی چی؟ اعلی یعنی چی؟ یعنی 18 چیز چی میگن؟ حکمت اعلی میگفتن یعنی چی؟ هرچی آقای به تو چند نمره میدی؟ من مثل همیشه به همه دوستانم 20 میدم چون هر روز میبینم همه در حال پیشرفت فکری هستی. آقای میز آقاسی به هموطنانی که من روی خط چند میدی؟ به هموطنانم که بعدم روی خلاق من هستم به همشون 20 میدم، به خاطر اینکه در خودشون احساس گناه میکنن و دارن متحول میشن، همینقدری که از خواب بیدار شدن و احساس میکنن که دیگه نمیتونن به خواب غفلت برن، همین نمره 20 دارم. اما در مورد برنامه شما و دوستانی که اینجا هستن، به واقع خارج از مجامله، بحث های نظیر بحث های امروز خیلی جاها در دنیا نیست که با همه ابزار و وسایل چندین صد هزار دلاری که دارن بتوانند که از نظر کیفیت و مفهوم و معنا این حقایق و این دقایقی رو که در این برنامه بیان میشه با این بودجه ضعیف و حقیر بتونن انجام بدن. ما همه از شما سپاسگزاریم. خواهش می‌کنم، قربان شما. پس بنده که به تمام کسانی که ما در بیشت واقعا من یه نکته کوچیک میخوام عرض بکنم، این سوالاتی که میشه این افراد که نمیشنن مجاب میشن واقعا، تصور نمیکنه برای میپذیرن یا نمیپذیرن، برای اینه ما هیچ وقت نمیفهمیم والا تصور، ولی اصلا اهمیت نداره. ببینید من ما میخوایم فقط این مناسبات دوستانه و مسالمت آمیز رو برای شما ترسیم بکنیم در جریان مکالمه و اصلا دنبال این که کلاس درس هم میسید تو دانشگاه هم میسید. درود بر شما همینان، هم تشکر از شما.